بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدید، نماز روزه ها قبول، خوب و خوش و سلامت باشید. دیشب در مورد خلاقیت و تفکر خلاق صحبت کردیم، یه 7-8 دقیقه امشب در مورد تفکر نقاد میخوام براتون صحبت کنم. نقد کردن و نق زدن از لحاظ املایی خیلی شبیه همه، نقد کردن و نق زدن. و متاسفانه اغلب آدم ها وقتی که قرار میشه که نقد کنن، نق میزنن. حالا فرق این دوتا چی هست؟ نق زدن این هست که ما پدیده ها رو، آدم ها رو، اتفاقات و نهاد ها رو تو ذهنمون ارزشی تقسیم میکنیم به خوب و بد. یعنی رفتیم مثلا یه هتلی، از یه چیزیش ناراحتیم، بعد میگیم این هتل بدی بود. این نق زدنه. اشکالی هم نداره گاهی اوقات ما نق بزنیم، چون با نق زدن یک کم خشممون تخلیه میشه. اما اگر این با نقد کردن اشتباه بگیریم و فکر کنیم نقد کردیم، نقد کردن رو از دست میدیم. بنابراین نق زدن زمانی اتفاق میفته که ما یه چیزی رو نسبت بهش احساس بدی پیدا میکنیم، بعد در مورد بد بودن او شروع به صحبت میکنیم. این نق زدن. نقد کردن یک نوع نگاه هست که ما وقتی اطلاعاتی به ما داده میشه، چیزی رو میبینیم، با کسی آشنا میشیم، کسی ادعایی میکنه، میخواییم جنبه های ناشناختش رو برای ما باز کنه. مثلا اگر یک هتلی رفتیم ازش راضی نیستیم، سوالمون این هست این هتل با چه سیستمی اداره میشه؟ مدیرش کی هست؟ چی باعث شده که به این مسئله رسیدگی نکنن؟ آیا کسی بهشون تذکر داده؟ یعنی تفکر نقاد تفکر سوال کننده است. به قول انگلیسی ها 6 تا سوال مهم توش هست: where یعنی کجا، when یعنی چه وقت، who یعنی چه کسی، whom یعنی اون سرویس گیرنده چه کسی هست، how یعنی چگونه، what یعنی چه. یعنی با سوال کردن از این که چگونه، کجا، چه کسی، چه وقت، ما مسئله رو میخواییم برای اون باز کنه. مثلا من ادعا میکنم، میگم یه تحقیق نشون داده که هر کس شلغم بخوره دیگه مریض نمیشه. تفکر نقاد میپرسه که این تحقیق کجا انجام شده، بر روی چه کسانی انجام شده، تا چه زمانی اینها رو پیگیری کردن، چه جور شلغمی خوردن، شلغم رو چه جوری پختن خوردن، از چه مریضی های جلوگیری شده، طراح این پژوهش کی بوده، متد این پژوهش کی بوده، چی بوده. این اسمش از تفکر نقاد. یعنی تفکر نقاد انقدر میپرسه که اطلاعاتش بیشتر بشه، در حالی که اغلب ما امروز رادیو گفت شلغم برای پیشگیری از بیماری ها خوبه، بلافاصله مثل یه دستگاه ضبط و پخش ما هم به اولین نفری که ببینیم که مریض باشه میگیم رادیو گفته شلغم خوبه، هرچی رادیو میگه که درست نیست. یه نفر در یه زمان کوتاه میخواد اخبار علمی ارائه بده، میگرده سری تو اینترنت 4 تا سایت و 4 تا خبر گرده هم میاره، تیترهای بزرگش دو خط هم میخونه میگه، اصلا معلوم نیست هر چیزی که تو رادیو یا تلویزیون هست درست باشه، اصلا معلوم نیست هر چیزی که تو ماهواره بگن درست باشه، اصلا معلوم نیست هر چیزی که تو اینترنت بیاد درست باشه. یه جمله قشنگی رو یکی از اساتید میگفت که توی اینترنت بیشتر از این که آگاهی به مردم بدن، آگاهی دارن میدن. یعنی بیشتر اطلاعاتی که دارن میدن اطلاعاتی هست که پشتش این هست که حالا یه چیزی فروش بره. ما نمیدونیم. میزان آگاهی که داده میشه از میزان آگاهی خیلی بیشتره. ماهواره که دیگه 100 برابر اینترنت. یا آقای دکتر میاد ادعا میکنه، هم عمل میکنه، هم
گیاهی میده، هم پیری رو درمان میکنه، هم جوونی رو بهتر میکنه، هم چاق میکنه، هم لاغر میکنه، هم دستور غذا میده، هم همه کار میکنه. هر کس که کمترین آشنایی با طب داشته باشه میفهمه که این شالاتان بازیه. یه سیدی مثلا پخش میشه، یه آقای مثلا آواز میخونه، بعد هر کیم پیشش هست داره میخنده میگه من خوب شدم. هیچ دکتری توی دنیا ادعا نمیکنه همه بیماری ها رو بتونه درمان کنه. اینا آگهیست نه آگاهی. هیچ دکتری تو دنیا دارو با پست نمیفرسته برای یک کشور دیگه بدون معاینه کردن. اما وقتی تفکر نقاد توی مردم ضعیف شد، یکی که خوشگل ادعا کنه ادعاش قبول میکنه. یعنی هر کس خوش صحبت شد میتونه حرفش رو به مردم بقبولونه. تفکر نقاد میگه این حرف باید به چند سوال جواب بده. کو اون کسانی که ادعا میکنی که خوب شدن؟ بیماریشون چی بوده؟ در کجا چاپ شد این مقاله تو؟ در کدوم کتاب معرفی شد این محصول تو؟ این اسمش از تفکر نقاد. برای تمرین تفکر نقاد هر ادعایی رو که میشنویم بپرسیم شواهد چی هست؟ یه نفر به ما میاد وعده میده، میگه که اگر منو انتخاب کنید من وضع اقتصادی شما رو بهتر میکنم. میبینه نقطه ضعف مردم مثلا اقتصاده، وعده میده من وضع اقتصادی شما رو بهتر میکنم. این حرف فقط یه آگهی تبلیغاتی است. اگر قرار باشه صحت و سقمش معلوم باشه، باید اولین سوال این هست: یک، ملاک شما برای سنجش سطح اقتصاد چه خواهد بود؟ تولید ناخالص ملی خواهد بود؟ درآمد سرانه خواهد بود؟ تولید صادرات خواهد بود؟ ارزش پول ملی خواهد بود؟ اول تعیین کنید. دو، اگر میگید وضع رو بهتر میکنم، باید شما بگید امروز تولید ناخالص ملی چقدر هست؟ 5 سال بعد شما به چقدر خواهید رسوندش؟ که ما 5 سال بعد بیاریم تو فرمول بذاریم ببینیم شما گفتید 20% بهتر میکنم، 20% چقدر میشه؟ اتفاق افتاده یا نه؟ دو، با چه مکانیزمی بهتر میکنی؟ چجوری میخوای بهترش کنی؟ بگو تفاوت پروسه اقتصادی تو با پروسه اقتصادی قبل از تو چه خواهد بود؟ سه، کدوم اقتصاددانها این سیستم اقتصادی که میخوای پیشنهاد کنی رو تأیید کردن؟ چهار، این سیستم اقتصادی در کجاهای جهان تست شده و حالا قرار اینجا تست بشه؟ همه اینا قرار سوال بشه. اگر اینها سوال نشه، مدرک نخوایم، رفرنس نخوایم، عملا همش ما تحت تاثیر آگهی‌های تبلیغاتیم. اونی که ماهواره نگاه میکنه تحت تاثیر آگهی‌های تبلیغاتی ماهواره است، اونی که رادیوی ملی رو گوش میکنه تحت تاثیر آگهی‌های این رادیو است. تفکر نقاد چیزی است که حضرت علی علیه السلام میفرمایند نگاه نکن کی میگه، نگاه کن چی میگه. نگاه مکن من قاله، چه کسی است که داره میگه. نگاه کن ما قاله، چی داره میگه. یه نفر استاد بزرگ فلان فلسفه فلان فلان فلان، این نیست که این آدم چون استاد بزرگی است میتونه همه حرف بزنه و مدرک نده. بپرسید این جمله‌ای که گفتی کجاها ذکر شده، منبع تو کجاست. اگه تجربه شخصیت بوده بگو تجربه شخصیمه، نظرمه، سلیقمه. اگه تجربه شخصیت نیست و میگی این یک مطلب علمی است، دقیقاً این مطلب علمی باید پشتوانه داشته باشه. بنابراین تفکر نقاد اگر وجود نداشته باشه ما بازیچه تبلیغات میشیم. هیچ فرقم نمیکنه این تبلیغات داخلی باشه یا خارجی، ما رو روزنامه شهرمون باشه یا ما رو اونی که از اونور دنیا داره برای ما برنامه پخش میکنه. مهم این است که ما بازیچه نباشیم، تصمیماتمون درست باشه. بنابراین ادعاها رو باید با سوال سنجید، با سوال چگونه، چه کسی، کجا، در کدوم کتاب، در کدوم مقاله، رو چه کسانی کار شده.
در غیر این صورت شنبه ما باید همش شلغم بخوریم، یک شنبه باید هممون چغندر بخوریم، دوشنبه هم باید همون گل گاوزبون بخوریم و تازه هفته بعد ممکن همون رادیو اعلام کنه که زیادی خوردن شلغم باعث مثلا مسمومیت با سرب شده در فلان جای جهان. ما میگیم شلغم سرب داره، نمیپرسیم که اون شلغم در کجا کش شده بوده، چرا زمیناشون با سرب آلوده شده بوده. بنابراین ما میشیم مثل یک پاکت پلاستیکی توی تند باد، باد میزنش بالا، باد میزنش پایین. بنابراین تفکر نقاد رو جدی بگیر. خب حالا بحث امروز ما، عملا این بحث تفکر نقاد رو من به خاطر سوالهایی که از آن پرسیده بودن ذکر کردم. بحث امروزمون از یه قصه شروع میشه که همون بارها و بارها شنیدیم، قصه هم نیست، اتفاق تاریخی هست. و اون این هست که یک روزی ابن سینا، طبیب بزرگ و بی‌نظیر رو دعوت کردن به اینکه یکی از شاهزاده ها یک مرضی پیدا کرده. ابن سینا رفت به قصر و دید که این شاهزاده دچار یک بیماری روانی شده و اون بیماری روانی بود که این شاهزاده معتقد شده بود که من گاو هستم، آدم نیستم. علف های باغچه رو میخورد، صدای گاو در میورد، چهار دست و پا را میرفت. این اتفاقا گاهی اوقات میفته توی آدم ها. خب ابن سینا نظرش این بود که باید دارو بخوره تا خوب بشه. راست هم میگفت، الان هم کسی یاد بگه یکی اینجوری شده ما حتما بهش دارو تجویز میکنیم. اما گفتن این دارو نمیخوره، این غیر از علف هیچی نمیخوره. ابن سینا خلاقیت به خرج داد، به خاطر همین خلاقیت ها اینقدر ماندگار بود و فوق‌العاده بود. رفت لباس قصابا رو پوشید و ساتور و کارد و چاقو تیزکن و اوورد و گفت این گاو میفروشین؟ بله میفروشیم. چند میفروشین؟ اینقدر. بخوابونینش، من ذبحش کنم، آبش بدین رو به قبله بخوابونینش. این گاو هم جوداش ماما میکرد، سر صدا میکرد. خواست سرش رو ببره، گفت که این که گوشتی نداره، من اینو چجوری بفروشم؟ به نفع من نیست با این قیمت شما. چه کار کنیم؟ گفت یه مدتی باید غذا بخوره، چیزایی که من میدم تقویتیه بخوره تا یه ذره گوشت کنه و ارزش کشتن و فروختن داشته باشه دیگه. گاو هم که در اینی که خیال میکرد گاوه، آدم هم بود دیگه. شنید که چی میگه ابن سینا. از اون به بعد هر چی جلوش میذاشتن گفت اینا رو قصاب آورده، او شروع میکرد خوردن و ابن سینا هم دارو دوایی که میخواست به خورده این مریض بده تو همون چیزها میریخ، دواش رو خورد و یواش یواش خوب شد و فهمید که نخیر گاو نیست. خب این اتفاق تاریخی شیرین هست. منتها از تمثیل این اتفاق تاریخی شیرین، شهید دستقیب توی کتاب تفسیر سوره حجراتشون استفاده میکنن و میگن همون جور که اون روز اون شاهزاده تصور میکرد که حیوان شده، امروز متاسفانه بخشی از بشریت به این گمان رسیده که ما حیوان هستیم و همون فرمولی که در حیوانها موفقیت محسوب میشه برای این آدمها فرمول همون شده. حالا ما حیوان هستیم یا نیستیم؟ بله، از نظر زیست شناسی 98% ما حیوان هست، یعنی ژن‌های ما با ژن‌های مثلا یک گونه از میمون ها 98% مشابهه، 2% تفاوت داره. اما اون 2% چشمگیری هست. برای اینکه بفهمیم یعنی چی چشمگیر هست، باید براتون یه مثال بزنم. یک تابلوی نقاشی رو مجسم کنین، یه چارچوب داره، یه پارچه روش هست، ممکنه قاب داشته باشه، یه بوم نقاشی و یه نقاشی روش میشه. شما وزن کنید، پیش از نقاشی، پس از نقاشی، بوم به تنهایی حدود 90% وزن تابلو رو داره. اگر قاب هم داشته باشه که 98% وزن تابلو با بومش هست. اما این تابلو، این بوم برای چی آماده شده؟ برای نقاشی که قرار روش باشه. وزن نقاشی کمتر از 10% وزن تابلوست، ولی معنای وجودی تابلو همون 2 تا 10% هست. و این نقاشی رو اگر شما پاره پوره کنید، بسوزونید، خرابش کنید، تا زمانی که اون نقاش
طرح نقاشی رو تو ذهنش داره، نقاشی قابل بازسازی صد بار. بنابراین اصالت نقاشی چی هست؟ اصالت نقاشی اون طرح لطیفی است که در ذهن نقاش هست و تجلی نقاشی زمانی است که روی تابلو میاد. افلاطون این رو خیلی قشنگ بیان کرده، گفته اصل جهان جهان مثل است. جهان مثل یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این لیوان ساخته بشه، طرح این لیوان در ذهن یک طراح اومده. اگه این لیوان رو بزنید زمین بشکنید، 2000 تا دیگه مثل این لیوان رو میتونه طراح تهیه کنه، به شرطی که طرح این در ذهنش حفظ بشه. بنابراین اصل وجود لیوان در جهان مثل اتفاق افتاده و جاودانگیش در جهان مثل معنا پیدا میکنه. این فقط یک تجلی است. پس انسان درسته 98% شبیه حیوانات، شبیه سایر حیوانات، لازیست شناسی انسان هم یک حیوانه، اما بومی که روی اوی نقاشی شده، نقاشی که وزنش کمتر از 10% وزن کل تابلوست، اما اساس این قضیه معنا و دلیل وجودیش برای اون 2% است. اما وقتی آدم ها باور کردن که اساس قضیه در بوم هست و نه در نقاشی، اون وقت 90% سعی و تلاش انسان ها صرف چی میشه؟ صرف رسیدگی به این بوم میشه. هیچ اشکال نداره به این بوم رسیدگی کنیم، اما اگر برای رسیدگی از این به این بوم طرح نقاشی از روی تابلو پاک بشه، اون وقت کل تلاش ما بی‌معنا خواهد بود. اینجاست که قرآن می‌فرماید اولئک کالانعام بل هم اضل. اونها مثل حیوانات هستند بلکه از حیوانات هم گمراه تر. چرا؟ برای اینکه این میتونست طرح زیبایی داشته باشه. پس چیزی رو از دست داد که این چیز رو ما به گونه قبلی جانورها نداده بودیم. خب آدم ها وقتی باور کنن که فقط بوم هستن، تمام تلاششون صرف حفظ کردن این بوم میشه. خوشبختانه موج چهارم مدیریت که توی دنیا راه افتاده، اساسش بر این هست که حفظ بوم در حالی که نقاشی از دست رفته هیچ ارزشی نداره. این حرف رو عرفا و فلاسفه نمیگن، این حرف رو مدیران اقتصادی دارن الان میگن. آدم هایی مثل استیون کاوی، آدم هایی مثل برایان تریسی، آدم هایی که مشاور اقتصادی هستن، کارشون بازاریابی است و نه فیلسوف یا عارف، به این نتیجه رسیدن که حد اکثر کارایی یک انسان زمانی ایجاد نمیشه که بدو به هدف ها برسه، بدو از پله های نردبون بره بالا. و الان به عنوان شعار نسل چهارم مدیریت این رو عنوان میکنن که هدف یک انسان بالا رفتن از پله های نردبان نباید باشه. پس هدف باید چی باشه؟ هدف باید این باشه که نردبان رو به دیوار درست تکیه داده باشه. اگر نردبان رو به دیوار درست تکیه داده باشم، رو پله پنجمشم که باشم پیروزم. اگر نردبانم رو به پله به دیوار اشتباهی تکیه داده باشم، بالای بالا هم که برم هیچی ندارم. همون تمثیلی که دیشب هم عرض کردم مولانا تو مثنوی میاره، میگه اگه بری زمینی رو بسازی، یه برج باشکوه، یه قصر، اما وقتی که میخوای بری پایان کارش بگیری، بفهمی تو زمین همسایه تو برج ساختی، اشتباه کردی، اینوری بوده اینوری ساختی، همه چیزت از دست دادی. مهم نیست برجت 50 طبقه باشه یا 5 طبقه، تو همه چیزت رو از دست دادی. فلسفه وجودی انسان هم همون 2% هست که طرح روی تابلوست. بنابراین اگر در بالاترین پلکان نردبان باشیم اما اون 2% رو از دست بدیم، یعنی به دیوار اشتباه تکیه داده باشیم نردبان رو، همه چیز رو از دست دادیم. حالا من برای شما مثال میزنم که اون 2% یعنی چی.
اون طرح زیبا که حفظ اون مهم هست و بوم تهیه شده برای اون طرح. اون 2% یعنی چی؟ تو زندگی روزمرمون مثال میزنم. اسم جهان پهلوان تختی رو همتون شنیدید. میدان تختی داریم، استادیوم تختی داریم. اسم تختی رو همه تو ایران شنیدن. فکر میکنید چرا اینقدر ماندگار شد تختی و اینقدر همه شناختنش و اینقدر بهش ارادت دارن خیلی آدم ها؟ چون مدال های زیادی برای این کشور آورد. همه ورزش دوستان میدونن از تختی مدال آورتر ما توی کشتی داشتیم. تعدادش که بشماریم ما از تختی مدال آورتر داشتیم. تعداد مدال ها نبود که تختی رو تختی کرد. پس چی باعث شد که یه آدم اینقدر ماندگار بشه؟ خب من یه برنامه تلویزیونی نگاه میکردم که مصاحبه بود با یکی از حریف هایی که با تختی یک روز کشتی گرفته بود، با همدیگه رو تشک رفته بودم. حالا این برنامه رو مثلا ممکنه من 20 سال پیش نگاه میکردم، اون دیگه یه پیرمرد بود، تازه اون چند سال پیشش کشتی گرفته بود، ولی این خاطره تعریف میکرد و یه ورزشکار ترک بود، اهل ترکیه. گفت که من در مسابقه قبلی دست راستم مصدوم شده بود و چون میدونید سرمربی ها قبل از مسابقه مسابقات قبلی حریف ها رو نگاه میکنن، میدونن نقطه ضعف های حریف چی هست. انتظار این میرفت که تمام مدت تختی به دست راست من حمله کنه و درد منو در بیاره و در اون حالت فن اجرا کنه. من برام بدیهی بود، یه چیز طبیعی تو کشتی. اما وقتی که رفتیم روی تشک و تختی میدونست دست راست من مصدوم شده، فکر میکنی چه کار کرد؟ به دست راستم گیر نداد؟ خیلی بالاتر از این. تختی در تمام مدت کشتی دست راستش رو به کار نگرفت. خب؟ یعنی اول کشتی با خودش قرار کرد که من دست راستم رو به کار نمیگیرم. یک دسته هر کار تونستم بکنم. ممکنه مدال هم از دست داده، نمیدونم، چون من تعقیب نکردم ببینم بالاخره در اون کشتی مدال گرفت یا مدال از دست داد. ولی حداقل خودش رو در شرایطی قرار داده که میتونه مدال رو از دست بده. این چیزیست که اهمیت داره و اون طرح انسانیت هست روی تابلو. اگر نه مدال گرفتن، خیلی آدم ها مدال میگیرن. اگه ما یکی داریم که 4 مدال داره، تیم آمریکا 40 داره که 4 مدال داره، تیم چین 20 داره که 40 مدال داره، چیز بزرگی نیست. و بعد آقایی میبینیم یک مثلا ورزشکاری که 4 مدال داره، هر وقت باش دارن مصاحبه میکنن تو روزنامه ها، میگه به من کم دادن، من راضی نیستم. ورزشکار بزرگیه، ولی من حداقل هر وقت مصاحبه هاشو خوندم تو روزنامه ها، در حال گله کردن و نق زدن بوده. اونقدر که لازم بوده به من ندادن، من هنوز خونه نگرفتم تو فلان جا، دیر جایزه منو دادن از فلان جا که آمدیم، دیگه لطفش رفته بود. خب اینجور مدال جمع کردن، اون چیزی که قرار موندگار باشه این نیست. این است که آیا تو به این نقطه رسیدی که من شاکرم که من رو چنین پتانسیلی بهم داده شده که به چنین موفقیتی برسم، یا اینکه همش گله، همش نارضایتی، همش چی به اونا اونجا اینقدر میدن، به ما اینجا اینقدر میدن. اتفاقی نیفتاده، اون اتفاق باید اینجا بیفته. بنابراین طرح زیبا ماندگار میکنه آدم ها رو. در گزارش ورزشی خوندم در یکی از مسابقات معلولین در استرالیا، در حالی که تونتون داشتن با ویلچراشون با هم رقابت میکردن، یکی از این معلولین افتاد با ویلچرش کلمه الله خورد. بلافاصله یکی دیگه از این معلولین که رقیب او بود، به جای اینکه بدو به جلو، مسابقهش متوقف کرد، رفت سراغ این، اینو بلند کرد. سومی هم این کارو کرد، چهارمی هم این کارو کرد، مسابقه متوقف شد.
ده نفر، هشت نفر، هر چقدر بودن با هم داشتن مسابقه میدادن، رفتن کمک کردن، همه با هم دیگه از خط پایان رد شدن. این اتفاق انسانی است. اگر نه خروس جنگی ها هم با هم دیگه یاد دارن مسابقه بدن و هر کدوم قوی تر باشه بزنه و یکی رو خونی کنه و اون میشه همون بوم. اگر اون روال روال زندگی ما باشه، عملا ما همون بومه رو حفظ کردیم. اولائک کل انعام بل هم ازل. خب یکی از همکاران من که در یکی از رشته‌های پزشکی فوق تخصص داره تعریف میکرد که مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش برای من امکانی فراهم شد که برم در یکی از دانشگاه‌های آمریکا اونجا یک به اصطلاح پوزیشن، یک پست بهم داده بشه. اما یه پدر پیر مثلا 70 ساله داشتم، دیگه اون برایش امکانی نبود که با ما پاشه بیاد آمریکا. بهم گفت پسرم این 10 سال آخر عمر منو تنها نذار. من گفتم باشه، موندم. هیچ هم متاسف نیستم. 20 سال از اون موقع گذشته، هنوز دانشگاه اینجا رسمی نکرده ایشون رو، قراردادی باش داره کار میکنه، یعنی هنوز ایشون بی ثباتی شغلی داره، در حالی که 15 سال قبل در آمریکا یه پوزیشن خیلی بالاتر از دانشگاه‌های اینجا بهش میدادن. اما پشیمون نیست. چی رو میبازیم و چی رو میبریم، این خیلی مهم است. برنده چه چیزی هستیم و بازنده چه چیزی هستیم. خیلی جالب هست، یک آیه هست که در انجیل و قرآن دقیقا مثل هم هست. در انجیل هم همین رو میگه که چه نفعی دارد انسانی که همه چیز را ببرد و روح خود را ببازد. در قرآن هم دقیقا همین اصطلاح به کار رفته، خسرو انفسهم، خودت رو ببازی. ببین ما با هم دیگه مسابقه بدیم، با هم یک تستی بدیم، بعد آخر این تست من 1 میلیارد تومان ببرم اما آزادیم رو ببازم. یعنی شما که بردی از من، بتونی به من بگی آب نخور، بتونی به من بگی لباس عوض نکن، بتونی به من بگی از تو اتاقت بیرون نیا، 1 میلیارد تومان به چه درد من میخوره؟ وقتی من آزادی خودم رو ببازم، دیگه بر آب خوردنم بخوام اجازه بگیرم، 10 میلیارد تومان هم داشته باشم که دیگه به درد من نمیخوره. قرآن میفرماید خسرو انفسهم، خودش رو باخت، دیگه خودش رو نداره، دیگه چیزی نداره، حالا هر چی که برده عملا بازنده است. بنابراین بردن و باختن بر مبنای اون نیست که ما برای بومه چقدر مدال جمع کردیم یا چقدر شاگرد اولی جمع کردیم یا چقدر حساب بانکی جمع کردیم. مهم این است که اون چیزی که رو بوم طرح شده خود فراروی است یا همون مسابقه است. نمیدونم اسم مادر ترزا رو شما شنیدید یا نه. ایشون یک خانم راهبه ایتالیایی بود. در زمانی که ایشون میخواست خدمت کنه به جامعه بشری، فهمید فقیرترین، دردمندترین، مریضترین، بیبهداشترین، کم فرهنگ ترین آدم ها رو میشه در شهر کلکته هندوستان گیر آورد. این آدم ایتالیا رو ول کرد، شرایط خوب آب و هوایی، زیبایی ها، همه امکانات، رفت در کلکته مستقر شد. باقی عمرش رو کلن تو کلکته گذرون در کمک کردن به اینها. آرام آرام جهان متوجه شد داره چه کار بزرگی میکنه، بهش امکانات داد. با حداقل امکانات 10 سال 20 سال کار کرد تا زمانی که بعد مثلا جایزه نوبل صلح بهش دادن، اون بودجه رو هم گرفت، بنیاد ترزا افتتاح کرد و شروع کرد کمک کردن. میدونید یه تحقیق علمی خیلی عجیب انجام شده و اون تحقیق علمی عجیب این بوده که داشتن به آدم‌ها که داوطلب بودن فیلم نشون میدادن، فیلم‌های مختلف، فیلم سینمایی، فیلم داستان، فیلم مستند، و بعد میسنجیدن که این فیلم‌ها در سیستم ایمنی آدم‌ها چه تأثیری داره. یعنی آدم‌ها رو قوی میکنه. شما فیلم نگاه میکنید ها، اما فیلمی که می‌بینید رو سیستم ایمنی بدنتون اثر میذاره. محققین قبل از اینکه اون آدم‌ها فیلم نگاه کنن، آب دهنشون، بزاقشون رو می‌گرفتن، ایمونوگلوبولین A، یعنی یک پادتنی که تو بدن ما از بیماری تنفسی جلوگیری میکنه، سطح ایمونوگلوبولین A رو میسنجیدن،
نیم ساعت فیلم بهشون نشون میدادن، بعد دوباره آب دهنشون رو میگرفتن، ایمونوگلوبین ای رو میسنجیدن. ببینن فیلم ها آیا میتونه در سطح ایمنی ما نقش داشته باشه. بعد یکی از اون فیلم هایی که نشون میدادن فیلم خدمات مادر ترزا بود. خیلی عجیب بود، تمام کسانی که فیلم خدمات مادر ترزا رو تماشا کرده بودن ایمونوگلوبولین ای تو بدنشون بالا رفته بود. یعنی تماشای کار این آدم شفا بخشه. خیلی آدم میتونه بزرگ بشه ها، فیلمش رو نگاه میکنن سیستم ایمنیشون تحریک میشه. سلولایی که به نظر ما هیچ شناخت ندارن، فکر ندارن، سلولا تماشا نکردن، چه تغییری در بدن این آدم ها ایجاد میشه با دیدن خدمات عاشقانه اون که ایمونوگلوبین ای تو بدنشون بالا میره. یعنی اینا دیگه کمتر سرماخوردگی میشن تو اون هفته، تو اون روز. اینقدر آدم میتونه بزرگ بشه. و من در همین مشهدم یک مادر ترزایی رو دیدم، سراغ داشتم حدود 10 سال پیش. یه روز یکی از دانشجوام که فارغ التحصیل شده بود و پزشک بیمارستان جزامی های مشهد بود، بیمارستان طالقانی فکر میکنم اسمش باشه، به من گفت که یه سری از بیمارای ما مشکلات روان پزشکی دارن، میشه یه روز شما بیای این بیمارای ما رو کلن ببینی، من رو راهنمایی کنی چجوری داروهاشون تنظیم کنن. من رفتم. وقتی اونجا رو داشت به من به اصطلاح معرفی میکرد، پرزنت میکرد بیمارستانشون، دو تا بخش شد بیمارستان، گفت این بخش که خیالم ازش راحته چون خواهر داره ادارش میکنه، اما این بخش که متاسفانه همیشه ما باش گرفتاری و درگیری داریم. این خواهر کیه که داره یه نفر این بخش اداره میکنه و خوب اداره میکنه و اینجا رو چند نفر دارن اداره میکنن و تو همیشه دلخوری ازش؟ گفت میبینینش. ما نشسته بودیم در حال ویزیت اون مریضا بودیم که ایشون وارد شد، معرفی کرد، گفت خواهر گابریل. خواهر گابریل کی بود؟ یک راهبه فرانسوی که حدود 30 سال قبل وقتی فهمیده بود در یه جایی از ایران مردم کراهت دارن از پرستاری بیمارای جزامی، چون هم خیلی وحشتناک میکنه قیافه رو و هم در اون زمان به شدت مصری بود این بیماری و هنوز داروهای پیشگیری کننده و درمان کننده نداشت، وقتی فهمیدن در یک جایی مردمی با زبان دیگه، فرهنگ دیگه، دین دیگه، نژاد دیگه هستن، کسی نیست ازشون مراقبت کنه، 3 تا راهبه فرانسوی بلند شده بودن از فرانسه، آمده بودن در مشهد و بیمارستان رو اینا اداره میکردن. که الان که 30 سال از اون موقع گذشته بود، یکیشون فوت کرده بود، یکیشون محل کارش رو تغییر داده بود، تهران رفته بود و ایشون یک تنه داشت یکی از بخش‌ها رو اداره می‌کرد. این یعنی چی؟ به نظر من این یعنی مسلمانی، یا به تعبیر دیگه مسلمانی یعنی این. مولانا میگه ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. مهم اینه که چه داره می‌کنه. دینداری یک فرایند است و نه یک اسم، یک اتیکت. دینداری یک فراینده. ببین داره چه میکنه، اون وقت بگو دینداره یا نه. نگو اسمش چیه بعد بگو دینداره یا نه. یه محققی به اسم گوردون آلپورت رفت دیندارها رو با یه پرسشنامه تست بهشون داد. تستی بود که نشون میداد این آدم خودخواه هست یا این آدم خود فراروی پیدا کرده، ایثارگر، مردم دوسته. تست روانشناسی داد این آدم ها رو بسنجه. دید با اینکه این 100 نفر هر 100 نفرشون متدین بودن به معنای رسمی، یعنی مثلا کلیسا میرفتن، یه وجوهاتی میپرداختن، یه انجیل میخوندن، یک تکالیف دینی انجام میدن و همشون رو بر مبنای تکالیف دینی میشد گفت مذهبی، اما اینها دقیقاً تو پرسشنامه‌ها به 2 دسته تقسیم شدن. یک گروه از اینها به شدت خودخواه، نژاد پرست و در سوال‌ها به گونه‌ای جواب داده بودن که اگر کسی با دین دیگه بمیره ما آخمون در نمیاد. یک گروه از اینها عاشق، ایثارگر و کسانی که خود فراروی پیدا کردن. گوردون آلپورت کنجکاو شد، آخه چیه اینا؟ هر دو گروه اسمشون از مذهبی، همه این 100 نفر، اما یک گروه به شدت خودخواه موندن و یک گروه به شدت ایثارگر شدن
بعد رفت با اینها مصاحبه کردن، روی اینها کار کردن و متوجه شد خودخواه‌ها گروهی هستند که اصطلاحاً گوردون آلپورت اسمشون رو گذاشت دینداران مؤسسه‌ای، اینستیتوشنال. بعد تعریف کرد، گفت کسایی که با دین کاسبی میکنن خودخواه میشن، کسانی که با دین میپردازند، یعنی دین پلی شده که از خودشون یه چیز رو بکنن تقدیم کنن، از پولشون، از آبروشون، از بدنشون، از فکرشون، از هر چی که دارن، دین پلی شده برای اینکه یه چیزی رو از دست بدن. اینها دیندارهای ایثارگر شدن، اونهایی که دین براشون یه جور کاسبی شده، یعنی از طریق دین یه چیزی به دست میارن، حالا یا آبرو به دست میارن، یا امتیازات اجتماعی به دست میارن، یا پول به دست میارن، یه چیزی رو به دست میارن، اونها نه تنها دین در خود فراروی بهشون کمک نگرده که خودخواه‌تر از عامه مردم هم شدن. خیلی جالب است که اون وقت من دیدم جمله ای رو از تیر روایات، خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. بله، امام صادق علیه السلام می فرمایند شاب سخی مرحق فی الذنوب احب الالله تعالی من شیخ عابد بخیل. جوانی که آلوده به گناه هست اما سخی است، بخشندگی داره میکنه، احب الالله، دوستر داره خدا، من شیخ عابد بخیل، از پیرمرد عبادت کننده ای که بخل داره، از خودش چیزی نمیتونه بکنه. یعنی فرایند دینداری، فرایند چی من میتونم بدم، چه کاری از دست من برمیاد، چه کمکی من میتونم بکنم، این اسمش از فرایند دینداری. فرایند چی به دست میارم من اگر این کار رو بکنم، این کار رو کاسبی، آدم ها رو روز به روز خودخواه تر. بنابراین اگر قرار هست که ما ملاکی قائل بشیم که میزان دینداری آدم ها چیست، اون ملاک این هست، بابت دین چقدر پرداخته، چه سودی میتوانسته ببره، بابت دین اون سود رو ازش چشم‌پوشی کرده، چه ضرری به سمتش آمده و به خاطر دین واسطاده و اون ضرر رو تحمل کرده، چی بابت دین پرداخته. توی کتاب داستان راستان استاد مطهرین، البته جلد 3 داستان راستان که خود ایشون جمعش نکرده بودن، یک محقق از توی کتاب‌های دیگه‌شون اینا رو جمع کرد، نوشته بود یکی از علما مرتب دعاش این بود که ابا عبدالله یا لیتنی کنتم معک، کاش ما اونجا بودیم. یکی از روایات عاشورا هم خیلی توجهش جلب کرد و اون روایتی بود که پس وقتی که وقت نماز شد و خواستن به نماز بایستن، خب دشمن که مراعات حرمت نماز رو نمی‌کرد، حرمت هیچ رعایت نمی‌کرد، منتظر بود که تا به نماز ایستن تیر برداره و بکشه نمازگزاران رو. یک نفر داوطلب شد، گفت من در طول نماز جلوی شما وامیستم که تیرها که میاد من مثل دروازه‌بانا که توپاره میگیرم، من تیرها رو بگیرم. و او در تمام طول نماز تیر میخورد اما نمیافتاد، خودش رو نگه میداشت تا نماز تمام شد و بعد افتاد. بعد این عالم میگفته که کار بزرگی نکرده، من هم اگر پیش ابا عبدالله بودم، اگر چنین کسی تو زندگی بود، همین کار میکردم، یا لیتنی کنتم، کاش اونجا بودم، سر من کلا رفت که من در اون زمان نبودم، در اون نسل نبودم. بعد استاد مطهری میگن خودش نقل کرد که شبی خواب دیدم که من در همون صحرا هستم و در همون زمان هست و این مأموریت رو من به عهده گرفتم. اولین تیر که اومد واکنشی جاخالی دادم، دیدم خورد به ابا عبدالله، گفتم عزمم جمع میکنم، شجاعتم جمع میکنم، دومی دیگه نمیذارم بخوره، دومی که اومد خودم انداختم روز این، برگشتم دیدم خورد. خلاصه من هرچی تلاش کردم در مقابل یک تیر نتونستم خودم رو محکم بگیرم و جا خالی ندم.
خیلی جالب هست. تو خواب دیده، ولی آدمی که آگاه هست تو خواب که میبینه بعد بیدار میشه میگه که مثل که ادعام خیلی ادعای بزرگی بود. مثل که ادعام دینداری این هست چقدر میتونی بپردازی. شرحال از خودمون بگیریم کجاها نفعی بوده که من میتونستم بگیرمش، برای دین گفتم مرسی نمیخوامش. کجاها ضرری بوده من میتونستم جا خالی بدم، برای دین جا خالی ندادم، ضرری به من اصابت کرد، چقدر پرداختم. این هست که فضای دینداری رو تعیین میکنه. و اما آدم ها گاهی اوقات قواعد بازی های مادی رو میارن تو بازی های معنوی، قواعد بازی های مادی رو میارن تو بازی های معنوی. یعنی خیال میکنن همون مسابقه ای که تو بازی های مادی هست که من زودتر به خط پایان برسم، یا من روی پله شماره یک واسم مدال طلا بگیرم، خیال میکنن بازی های معنوی هم همینطور هست. در بازی های مادی برای ما مهمه که محصول بهمون برسه، یعنی به قول انگلیسی پروداکت برای ما مهم هست، محصول برای ما مهم هست. پروداکت چی هست؟ من قراره به این برسم، حالا این یه جامه یا یه مدال یا یک مقام عرفانی هست، میدونن که به این برسن. مثلا میگی که عرفان چند گامه؟ میگه 7 گام هست، 7 منزله. اول طلب است و بعد عشق است و بعد معرفت است و بعد توحید است و بعد استغنا است و بعد حیرت است و بعد فناست. بعد میگه خب من قدم چندمم؟ میگه که من مثل ورزشکارا که میگن کمربند قهوه‌ای گرفتم، سال بعد آزمون کمربند مشکیم هست. میگه که من الان گفتن که توی مرتبه استغنا هستی، احتمالا سال دیگه به مرتبه حیرت میرسی. آمریکایی هم تازگی ها عرفان فروشی تو اینترنت رو انداختن. شما 1 دلار میپردازی یه سری سی دی و جزوه برات میاد، بعد شما میشی جزوه واصلین حلقه اول تشرف. بعدش 3 ماه رو اون سی دی کار میکنی و سوال میفرستی جواب میشه. بعد برای دیگه واصل حلقه دوم بشی مثلا 200 دلار باز دوباره میفرستی، دوباره بعد سی دی میاد میشه واصلین حلقه دو. اصلا عرفان اینجوری نیست. در همین لحظه یا من در خودخواهی خودم غرقم که در اون لحظه تو قدم صفرم، یا در همین لحظه از خودم فرا رفتم، به فنا رسیدم. برا من مهم نیست که سر من چی قراره بیاد، مهمه که من به تکلیف عمل کنم، اونجا تو فنا هستم. یعنی در 1 ثانیه با یه انتخاب من تو قدم صفرم، ثانیه بعد با یه انتخاب دیگه قدم 7م، ثانیه بعد اگه حواسم نباشه برمیگردم به صفر. یعنی همه یا هیچه. اینجوری نیست که کورس بگذرونیم، دوره بگذرونیم، الان 5 سال من توی مرحله 5م، بعد سال دیگه میرسم به منزل 6م، میرسم به مقام حیرت. اصلا این حرفا نیست. آدم‌ها خودشون رو گاهی بازی میدن، فکر میکنن همون فرمولی که در زندگی مادی جواب میده همون فرمول تو زندگی معنوی هم جواب میده. اصلا این نیست. در زندگی معنوی پروداکت یا محصول مهم نیست، پروسس، فرایند مهم هست. اگر فرایند هول و عجله داری هرس میزنی، این فرایند زندگی مادی است، حتی در معنویات. یه فیلم خیلی قشنگ بود، زیر نور ماه، خیلی فیلم قشنگی بود، اگر یه موقع دوست داشتین ببینی. یه طلبه روز اولی که آمده بود مدرسه علمی، آمد از این طلبه کهنه‌کار پرسید که امشب ذکرش چی هست. این خواست سر به سر اون بذاره، تا مشهدی هم بود که می‌خواست سر به سر اون تفلکی بذاره. گفت 3 بار دعای جوشن کبیر با صدای بلند. این بیچاره هم نشسته بود بغل حیات با صدای بلند جوشن کبیر می‌خوند که 1 بارش چقدر طول می‌کشه که دیگه 3 بارش بشه. بعد اون یکی طلبه دیگه دلش سوخت این سر کاره، اومد گفت که شب اولت خسته شدی بسه. گفت نه اخوی، نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
بدو بدویی که فکر میکرد بدو بدویی که توی نمره مدرسه گرفتن وجود داره، این بدو بدو اونجا هم وجود داره. اگر شب سه بار دعای جوشن کبیر بخونه احتمالا سه ماهه میرسه، اگه یه بار بخونه احتمالا نه ماهه میرسه. خب ما سه ماهه برسیم خوبه دیگه. در معنویت محصول مهم نیست، فرایند مهمه. یعنی تو چگونه داری کار میکنی و نه به کجا قراره برسی، چگونه داری کار میکنی. من یکی دوتا مثال بزنم. من راه میفتم برم حرم زیارت، اگر نفهمم دینداری یعنی فرایند، عجله دارم که برسم مثلا به نماز مغرب حرم، چهار جا سبقت بی جا میگیرم، دو جا به علت سرعت زیاد من آدم ها هل میکنن از جاشون میپرن، یه جا باعث میشم یه آدم از دوچرخش بیفته مثلا، بعد میرسم اونجا بدو بدو میکنم، اگه مردم تو صف واستادن کفشاشونو بدن، من اینجوری را پیدا میکنم، جا میزنم، یه آشنا اونجا پیدا کنم کفش من زودتر بگیره، بعد میرم دستمو به زری بزنم، سه چهار نفر زیر پال له میکنم، چند نفر چنگ و ناخون میکشم. این اتفاقا میفته ها، روزمره داره میفته. چرا این اشتباه رو من دارم میکنم؟ چون نفهمیدم دینداری فراینده و نه محصول. فکر میکنم لحظه که دستم خورد به ذری من به معنویت واصل شدم. معنویت حرم رفتن از لحظه است که من اراده میکنم چجوری راه میفتم، چجوری رانندگی میکنم، چجوری صف با میستم، چجوری ملاحظه بقیه می، یعنی این خود فراروی در قدم به قدم راه من وجود داره یا من خودخواهانه دارم عمل میکنم. تا لحظه ای که دارم خودخواهانه عمل میکنم در معنویت صفرم، حتی اگر دو دستی به هر ذریح چسبیده باشم، چون محصول معنویت قرار نبوده چسبیدن به ذریح باشه، محصول معنویت قرار بوده خود فراروی باشه. من یه خاطری همیشه تو ذهنم هست، سفر عمره مشرف شده بودیم سال 82 فکر میکنم، یه روز قرار کردیم که بریم از در واقع بریم غار حرا و نماز صبح اونجا بخونیم. دقیقا من اینو میدیدم خیلی قشنگ که وقتی آدم ها از ماشین پیاده شدن، از اون مثلا ماشین کرایه‌ای که ما رو نصف شب از هتل برداشت برد در پای کوه، وقتی آدم ها از اونجا پیاده شدن دقیقا معلوم بود که اینها به نتیجه رسیدن یا نرسیدن. بعضی ها بدو بدو کردن بالا رفتن، بعضی ها به فکر این بودن که اون بالا بعد از نماز صبح آدم ها گشنه میشن، تشنه میشن، چند تا پاکت شیر و چند تا موز برداشته بودن برای دیگران، نه برای خودشون تو جیبشون کنن. اینا معلوم بود قبل از حرکت به معنویت رسیدن، فکر کردن اون بالا تشنه میشن، از کوه بالا میرن سر صبح یه شیری میخوان بخورن. دو تا پلاستیک سنگین آورده بود. بعضی دیدن که دو تا پلاستیک سنگین صبحانه همه رو یکی برداشته، انگار ندیدن، بدو بدو کردن زودتر برسن اون بالا، چون فکر میکنن معنویت یعنی محصول، اگر رفتن دو رکعت نماز تو غار حرا خوندن یعنی یه چیزی شدن. بدو بدو کردن رفتن، بعضی ها موندن، نه کی قراره برداره، نصفشو بده من، اون یکی رو بده من. بعضی ها چنان بدو بدو رفتن که یه نفر که لنگان لنگا میمد پادر داشت، قرار بود در اون شب نیمه تاریک در این سنگلاخ تنها بمونه. بعضی ها واستادن، شما جلوتر برو، ما عقب میاییم، هوای شما رو داشته باشیم. عجله نیست، قرار کجا برسیم؟ معنویت همینجا اتفاق میفته. خب اون بالا هم که رسیدیم دقیقا معلوم بود 40-50 نفر واستاده بودن در یه فضای 2 متری قرار بود نماز بخونن، تصور میکردن معنویت یعنی در اونجا نماز خوندن، بنابراین متاسفانه بعضی هاشون با همدی داشتن کشتی میگرفتن. شما کی اومدی؟ ساعت چند اومدی؟ من شما رو ندیدم اینجا واستاده بود، انگار صف نونه، صف گذاشتی؟ آره. نه، ما اون یکی هم کاروانیمونه اینجا واستاده، با هم جر و بحث شدید. بعد بعضیا قرار بود با هم قرار کرده بودن که اون تو 2 رکعت نماز بیشتر نخونی، به این 40 نفر برسه نماز صبح قضا نشه، بالاخره نماز صبح قضا میشه دیگه. بعضی ها کلک می زدن، می رفتن سلام و یه جوری می دادن که مثلا اینجوری اینجوری نکنن کسی بفهمه، در همون حال بلندشن برن تو 2 رکعت هم مستحبی مثلا بخونن. باز بعضی ها داد می زدن مشغول ذمه ما شده ای تو فلان،
ببین فرمول های مسابقه مادی تصور کن تو جهان، در حالی که اون آدمی که فکر کرد این آدم ها بالا خسته میشن من براشون شیر بردارم، اون همونجا رسید. اون آدمی که بار صبحانه بقیه رو برداشت همون پای کوه رسیده بود. اون آدمی که بالا جر زد و سر بقیه کلا گذاشت و دو رکعت چهار نماز، حالا کار داره تا برسه. فراینده است که مهم هست. خب دیگه چی بگیم؟ امشب زود حرفام تموم شد دیگه، مجبور که نیستیم حرفامون تموم میشه اضافه حرف بزنیم. آره خیلی خوب، یه صلوات بفرستیم. خب یه عالمه از تمرین و مسابقه تفکر خلاق دیشت پریشب امروز به دست ما یه چیزایی رسیده، ولی ما بر مبنای اون چیزایی که دیروز رسیده بود فعلا برای دو نفر جایزه آوردیم. حالا اینا رو باید ببینم دیگه، قسمت میشه ببینمشون نبینمشون بعد چه کار کنم. دوستان خیلی محبت دارم و پیشنهادی میکنن که ناشی از لطفشون هست که جلسات ادامه پیدا کنه، مثلا به صورت هفتگی بعد از ماه مبارک رمضان 15 شب آینده، که خدا رو شکر با همین کیفیت و در همین مکان استاد واعظ موسوی تشریف میارن و حتما بحثشون خیلی مفید خواهد بود. اما پیشنهاد میکنم بعد از رمضان جلسات هفتگی ادامه پیدا کنه. اینکه من جواب مثبت ندادم به خاطر این نیست که ناز کنم خدایش، به خاطر منم لذت میبرم از این همه اشتیاق و محبت. ولی من یه مسئله ای دارم که یه ویژگی تو من هست، نمیدونم هم این ویژگی مثبت یا منفی، هنوز به این نتیجه نرسیدم. و اون ویژگی این هست که حرف زدن برای من خیلی مشکل هست. یعنی من بیشتر ترجیح میدم ساکت باشم تا حرف بزنم. وقتی میخوام حرف بزنم باید زور بزنم، نمیدونم چرا اینجوری هستم. بنابراین وقتی که من یک ساعت اینجا حرف میزنم، در ساعت‌های باقی مانده مثلا تا روز بعد دیگه ممکنه من مثلا 10 جمله بتونم راحت حرف بزنم، نمیدونم چه مسئله چی هست. بنابراین الان که من 15 روز پشت سر هم آمدم حرف میزنم، فکر میکنم تا 3-4 ماه حرفم نیاد، یعنی من در واقع خرج کردم پیشا پیش. انشالله اگر یه روزی دیدم که جبران شد، زیاد گویی هم بالاخره جاش پر شده و جایی برای حرف زدن هست، انشالله حتما در خدمت همه هستم و باعث افتخارم هم هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جناب آقای سباق و جناب آقای نجاتی فرد که دیشب جواباشون رو به من دادن، پایین که اومدم هدیه هاشون از من بگیرن. خب از همه تون متشکرم و خدا نگهدار.